پیام پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری به کارگران ایران: به حزب طبقاتی خود بپیوندید. در جنبش وسیعی که برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی سرمایه آغاز شده است، شما کارگران نقش محوری و حیاتی به عهده دارید. منشأ و ریشه همه مسائل و مصابه مبتلا به جامعه در ایران و در همه کشورها نظام سرمایه‌داری است و این طبقه کارگر است که پرچم رهایی بشریت از منجلاب سرمایه را در همه جا در دست دارد. نبرد بین دو کمپ کار و سرمایه، نبرد بر سر انسانیت و بازگرداندن اختیار به انسان است و امروز در ایران این نبرد بین تباهی و زندگی بارستر و اوریانتر از هر جای دیگر خود را به نمایش گذاشته است. جنبش انقلابی و سرنگونی طلبانه گسترده‌ای که از دیماه 96 آغاز شد و در اساس و عمق و ماهیت خود ضد سرمایه داری است. سرمایه داری در ایران نزدیک به 4 دهه است برای حفظ سلطه سیاه خود بر جامعه به ضد انسانی ترین سیاست ها، به قوانین و مقدسات و تابوهای قرون وسطایی و فوق ارتجاعی اسلامی و به وحشیانه ترین کشتارها و سرکوبگری ها متوسل شده است. حاصل این 4 دهه حکومت اسلامی سرمایه از یک سو انباشته شدن ثروت‌های کلان و نجومی در دستان یک اقلیت مفتخر سرمایه‌دار، آیت الله‌های میلیاردر و اعوان و انصارشان، و از سوی دیگر تحمیل فلاکتبارترین شرایط معیشتی و فاحش‌ترین نابرابری‌ها و بی‌حقوقی‌ها بر زندگی کارگران و زنان و جوانان و بازنشستگان و در یک کلام 99% مردم است. این قطب‌بندی طبقاتی مبنای حرکت عظیمی است که در دیماه با شعار جمهوری اسلامی نمی‌خوایم در بیش از 90 شهر سر بلند کرد و در ابعاد و عرصه‌های مختلف همچنان ادامه دارد. مردم علیه فقر و فلاکت و شکاف عظیم بین حقوق‌های نجومی و فلاکت عمومی، علیه سلطه سیاه بختک اسلام بر زندگی اجتماعی و خصوصی خود، علیه حجاب و زنستیزی و آپارتاید جنسیتی، علیه اعدام و زندان و سرکوب و علیه پایمال کردن ابتدایی ترین آزادی ها و هر آنچه نشانه ای از زندگی و بالندگی و سر زندگی دارد به پا خواستند و عزم جذب کرده اند تا یک بار برای همیشه به همه مصائب پایان دهند. اول ماه پرشکوه امسال یک بروز عریان این نبرد بود. فراخوان‌ها و تجمعات و شعارها و قطعنامه‌های پرشور اول مه علیه شکاف عظیم طبقاتی و تفاوت فاحش بین حقوق‌های نجومی و فلاکت عمومی برای آزادی، برابری، قوانین انسانی و در یک کلام تأمین معیشت و منزلت برای عموم مردم، تأکیدی بر نقش تعیین کننده طبقه کارگر بر رهایی جامعه از منجلاب اسلامی سرمایه است. نجات جامعه در دستان قدرتمند طبقه کارگر است. این طبقه کارگر است که در برابر نظام ضد انسانی سرمایه‌داری انسانیت را نمایندگی می‌کند و به آرمان‌های برحق توده مردم، آزادی و برابری و رفاه جامعه عمل می‌پوشاند. برای تحقق این مهم باید طبقه کارگر موقعیت منحصر به فرد خود در انقلابی که برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است را دریابد
و برای ایفای این نقش حیاتی خود را آماده کند. امروز اتحاد و تحزب طبقه کارگر بیش از هر زمان دیگری مبرم و حیاتی است. در نبرد بر سر قدرت سیاسی و در برابر احزاب و نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون راست، کارگران باید با حزب طبقاتی خود به میدان بیایند. طبقه کارگر باید در برابر احزاب و نیروهایی که گذشته را به جای آینده به مردم وعده می‌دهند و عملاً بجز تشدید ریاضت‌کشی اقتصادی و سرکوب آزادی‌ها، این بار برای حفظ مقدسات و تابوهای ملی میهنی حاصلی برای جامعه نخواهند داشت، با پرچم یک دنیای بهتر، با پرچم انسانیت و سوسیالیسم پا به عرصه مبارزه سیاسی بگذارد و جامعه را یک بار برای همیشه از شر حاکمیت سرمایه با تاج و یا عمامه و یا هر شکل و شمایل دیگری رها سازد. جمهوری اسلامی هارترین و وحشیترین حکومت سرمایه است. می تواند و باید آخرین آن باشد. کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری به همه کارگران آزاده و مبارز در ایران درود می‌فرستد و آنان را به صفوف حزب خود، حزب کمونیست کارگری، فرا می‌خواند. آینده از آن ماست.